سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. با شما هستیم در برنامه دوشنبه شب تفسیر خبر ساعت 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن. چون دوشنبه شبهای پیشین در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران، یا بهتر این هست که بگوییم نقض حقوق بشر در حکومت فقیه جمهوری اسلامی در ایران. آنچه که در زندانهای فقیه در ایران میگذرد، وضعیت زندانیان بیمار محروم از خدمات پزشکی لازم، درگیری های دیگر در شهرستانها، اعتصاب غذای گروهی از زندانیان در اعتراض به وضعیت خود و همبندان خود، آنچه که در عرصه ورزش ایران تبعیضات گسترده‌ای که علیه زنان در عرصه ورزش جاری و ساری است، اعتراض فدراسیون بین المللی در زمینه ورزش بانوان در ایران و ورزشگاه های ایران، فدراسیون والیبال برگزاری دو مسابقه والیبال در ایران رو پس گرفته است. به همین دلیل اعتراض به اینکه جمهوری اسلامی مانع حضور دختران و زنان در برای تماشای ورزشکاران خود می شود. آن سوتر وضعیت آموزش و پرورش، چه تعداد از دانشجویان دانش آموزان واجد شرایط در سال تحصیلی جاری رفته از تحصیل محروم شده و خبرهای دیگر در همین زمینه، زمینه تأسف انگیز نقض حقوق بشر در ایران. با من و شما هستند خانم مهوش الاسفندی عزیز و آقای فرده صابری. خانم الاسفندی در تورنتو کانادا و آقای فرده صابری تحلیلگر سیاسی در استکهلم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم الاسفندی از نهاد مادران علیه اعدام، سلام به شما. من هم سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ایران فردا در سراسر جهان. آقای صابری سلام به شما در استکهلم بیشتر سرد. سلام دارم زرنگیز، اونجور که شما تصور کردین اونچنان سرد نیست، فکر کنم هواش بهتر حتی از لندن باشه. هوا بسیار گرمه در سوئد برعکس سالهای گذشته. سلام دارم خدمت شما، بینندگان شما، به مهمان گرام شما. خب برحال از اونجایی که من و سرکار خانم الاسفندی از منطقه گرمسیر ایران هستیم، از مسجد سلیمان، هر هوایی بالای کمتر از 20 درجه برای ما کمویش سرده فرد عزیز. برای امیدوارم همیشه هوای مطلوب باشه، هوای تمیزی باشه در همه جای دنیا، به ویژه در تهرانی که آلوده است، هوای آلوده تهران. اما خانم الاسفندی گرامی، در هوای آلوده تهران و شهرهای بزرگی مثل اهواز، تبریز، مشهد، جاهای دیگه زندانیان بسیاری مانده و بسیاری زندانیان سیاسی، در میون آنها بسیاری هستند که نیازمند خدمات پزشکی هستند، از دانشجویان زندانی گرفته روزنامه نگاران و روحانیونی مثل آقای بروجرده و بقیه. شما در این زمینه چه خبرهایی دارید؟ آیا رسیدگی های لازم میشه؟ نیازهای زندانیان برطرف میشه از نظر پزشکی درمانی، یا اینکه شما به ما خواهید؟ خب متاسفانه در درون زندان‌های ایران، زندان در واقع به معنای واقعی خودش نیست، که در واقع اون حالت تنبیه و آگاه بودن، برحذر داشتن از کاری باشه. بیشتر
به شکنجهگاه تبدیل شده زندان ها، بیشتر از اون چه که بخواد اون کار اصلیش رو داشته باشه. و ما میبینیم که زندانیان بیشتر از اون چه که بخوان آسیب ببینن از اون شکنجه های جسمی و روحی و روانی که میشن، به علت بیماری ها و به علت مشکلاتی که بهشون مواجه میشه اونجا، عدم رسیدگی پزشکی بهشون، دارو بهشون نمیرسه و حتی یک مداوای سرپایی و معمولی هم انجام داده نمیشه براشون. و مثلا ما توی زندان ها یک کسی به اسم آقای سید قاسم آفسه رو داریم که ایشون نیاز مبرم به درمان و عمل جراحی داره، از نظر کلیه مشکل شدید داره و باید حتما این درمان بشه. و این زندانی اهل سنت، در واقع تو زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه و بهش رسیدگی نمیشه و تو وضعیت خیلی بدی به سر میبره، یعنی حدود 5 سال ایشون به طور بلا تکلیف، به صورت بلا تکلیف تو زندانه. و دیگه اینکه ما کسای دیگر رو داریم که مثلا به اسم حسین صبوری و سامی زبادی آلبوقوبش، که اینا این دوتا هم دوباره فعال مذهبی اهل سنت هستن که مذهبشون تشیع بوده و بعد به سنی گرویدن، که به اتهام فساد فی الارض اونا هم دارن محاکمه میشن، تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی هستند. و در کجا خانم الاسفند؟ در شهر ماهشهر، استان خوزستان. اینها هم به سر میبرن که اونها هم پرونده هاشون توی شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سید جواد موسوی در حال بررسیه و اینها رو متهم کردن. اتهامشون اینه که سوزاندن مسجد بوده و حسینیه در شهرک طالقانی شهر ماهشهر، که اینها به شدت این عمل رو تکذیب کردند و گفتن که این عمل رو ما انجام ندادیم، ارتباط ما با تشکیلات. و علاوه بر این یکی دیگه از اتهاماتی که بهشون زدن، ارتباط با تشکیلات سیاسی خارج کشور بوده و داشتن تفکر سلفی بوده، که اینها این دوتا در واقع اون حالتی که باید بگذرونه پروندهشون و بهش رسیدگی بشه اونها رسیدگی نشده و همینجور دارن برای تکلیف اونها رو نگهداری میکنن. ما اعتصاب غذای زندانیان رو داریم تو ارومیه که در واقع وارد 18 روز خودش شده، به علت اینکه اونها هم بیشترین مشکلشون اینه که اعتراضشون اینه که تفکیک جرم نشدن و برخیشون به خاطر اون مشکلات صنفی خودشون هست که توی زندان هستن و به خاطر همین دست به اعتصاب غذای نامحدود زدن. و این افراد رو هم خب از 28 تا زندانی هم که دست به اعتصاب غذا زدن، که اگر لازم میدونید تا اسم اونها رو هم ببریم، به خاطر اینکه به هر حال جوامع حقوق بشری در جریان قرار بگیرن که این افراد کیا هستن که تو زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زدن. حتما. پیش از اون که اما اسامی رو اعلام کنید خانم الاسفندی عزیز، به استکهلم میریم. پرسش من دارم از آقای فرد صابری، این که آقای صابری، حکومت ایران به هر حال وارث تمام قراردادهایی هم هست، فقط این نیست که بر سر چاهای نفت نشسته، قراردادهای بین المللی، پیمان نامه ها، عهدنامه هایی که ایران پیش از انقلاب امضا کرده و هنوز معتبر است، از جمله تعهدات ایران در برابر رعایت حقوق بشر در ایران. اما چرا اهمیت نمیده؟ یک سال و اهمیت ندادنش یک طرف، اینی که به این موضوع هم نهادهای بین المللی زیاد جدی نگرفتن یا خسته شدن یا چی است که یک حکومتی مثل حکومت ایران میگه آقا اصلا ما حقوق بشر رو قبول نداریم، بارها هم گفته، و بعد واکنش میبینیم دیگه. تشکیلاتی هست این وریمه که بعضی از کشورهای اروپایی و برخی از دولت مردان
در این سو آن سوی جهان به تهران هم سفر میکنن، دست آقایون هم به گرمی میفشارن، یا هر چی که هست در این زمینه حرفی هم نمیزنن. بفرمایید. جناب سارنگی، خیلی خوشحالم که مسئله حقوق بشر رو عنوان کردین، به دلیل اینکه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی تو کشور ماست. یعنی اگر حقوق بشر رعایت بشه در اون کشور، مسائل اقتصادی با روحیه مردم سازگار داره. یعنی شما روحیه درست داشته باشین، از شادی خوبی به سر ببرین، یا اینکه مثل تمام کشورهای دنیا به عنوان یک انسان بایتون برخورد بشه، شما روحیه میگیرین و اون جامعه شروع میکنه به رشد کردن. متاسفانه جمهوری اسلامی در عرض این 35 سال تمام قوانین بین‌المللی رو از جمله مسئله حقوق بشر رو زیر پا گذاشته. مشکل اساسی جمهوری اسلامی اینه که اگر جمهوری اسلامی بخواد گردن بنه به اون چیزی رو که امضا کرده، مسلما جمهوری اسلامی نیست. یعنی جمهوری اسلامی اگر حقوق بشر رو رعایت بکنه، یعنی میشه یک جمهوری قانونی که مردم تاییدش میکنن، مردم پای صندوقهای رأی میرن، موظف میشه که این کارا رو انجام بده مثل تمام کشورهای دیگه. متاسفانه جمهوری اسلامی زیر فشارهای شدیدی در این سالها بود، ولی همیشه از زیر مسئله حقوق بشر در میرفت. ولی در آخرین کنفرانسی که در ژنو بود سر مسئله حقوق بشر، شما دیدین که فشارهای زیادی به جمهوری اسلامی اومده. حتی آقای ظریف سعی کرد سر مسئله اتمی که مسئله حقوق بشر عنوان شد از زیر اون در بره و جوابگو نشه، ولی تا جایی که ما اطلاع داریم فشارهای زیادی به جمهوری اسلامی سر این اومده که شما تو عرض همین یکی دو روز گذشته شما دیدین که آقای لایجانی اومد به صحبت از لغو بعضی از اعدامهای که به قول خودشون که کسی نمیدونه که اینا پشت درهای بسته اعدام میکنن به عنوان معتادین، که اونها رو کم بکنن و این لایحه رو میخوان به مجلس ببرن. این که جامعه جهانی هیچ تخلفی که جمهوری اسلامی میده باش برخورد بکنه، من فکر میکنم این چیزی نیست. شما نگاه بکنین از سال پیش تا الان که دیگه ماه آخر سال جدید این سال هستیم 2014، شما نگاه بکنین یک چیزی حدود 124 تا فقط اتحادیه اروپا اعلامیه داده بر علیه جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر. حالا بگذاریم که کشورهای دیگه دادن، استرالیا داده، آمریکا داده، جاهای دیگه، همه کشورهای دنیا دادن، ایران یکی از کشورهایی هست، بزرگترین کشوری هست که نقض حقوق بشر در دنیا میکنه و قوانین بین‌المللی رو زیر پا میزنه. به جمهوری اسلامی میدونه که اگر حقوق بشر رو بخواد به همین صورت که هستش در از این 35 سال جلو ببره، جمهوری اسلامی از پای در خواهد اومد. حتی اگرم بخواد به صورت مختصری بخواد این مسائل کم بکنه، من فکر نمی کنم که از زیر این جریان بتونه در بره. شما فقط یه گزارشی که خانم دادن الان من اضافه می کنم به یکی از این گزارش، شما سر مسئله باهائیان نگاه بکنید، تا همین یکی دو هفته گذشته ریختن تو خونه های مردم به عنوان اینکه باهائی هستن، ریختن تو خونه های مردم به خاطر اینکه تو کارشون. شما ببینید اینا چیزایی هست که در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید همچین چیزی. شما اگه مخالف یک جریانم باشید به این صورت برخورد می‌کنید. اینی که من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی راهی نداره جز اینکه گردن بنه به مسئله حقوق بشر، به خاطر اینکه جامعه بین‌المللی فشار زیادی داره میاره. برعکس چیزایی که خوب خیلی ها میگن نه جمهوری اسلامی جامعه بین‌المللی نه توجهی نداره. توجه داره، ولی جامعه بین‌المللی هم خودش در فکر راهیه که ما میدونیم تو اتحادیه اروپا الان در فکر راهی هم که فقط روی کاغذ نباشه، بلکه عمل هم باشه که بتونن با عمل جمهوری اسلامی رو سر مسئله حقوق بشر فشار بیارن بشه. خانم الاسفندی، اسامی که مورد نظرتون بود حتما میشنم، این بعد پرسشی من خواهش میکنم.
من در رابطه با زندان ارومیه میخواستم اسامی رو بگم. یکی آقای علی افشاری هستند، جعفر افشاری، ولی افشاری، حبیب افشاری، کیهان درویشی، شیرکو حسنپور، محمد عبداللهی، خضر رسولی راد، سامان نسیم، امیر مولادو، سیروان نجاوی، جعفر میرزایی، ابراهیم رضاپور، محمد عبدالبخت، عبدالله اسقری، عرفات اسقری، عبدالرحمن سلیمان، سید سامی حسینی، عبدالله حمودی، احمد تمویی، عثمان مصطفی پور، بهروز آلخانی، مصطفی الرحمن، یوسف کاکممی، سید جمال محمدی، علی رضا رسولی، شورش افشاری، مصطفی داوودی، که اینها 28 نفرند توی زندان ارومیه، در واقع در حال اعتصاب غذا هستند و جانشون در خطره. در رابطه با اینکه دوستمون فرمودند که حمله ای که میکنند به خانه ها و هیچ دلیل قانونی هم و قضایی هم حتی وجود نداره، خیلی وقتها من یک مسئله دیگه هست به نام یک خانواده هستن به نام مصطفی رهپیش که تو جزیره ابو موسا توسط سپاه پاسداران، اینها هم اتفاقی که براشون افتاده اصلا بدون حکم قضایی و صرفا بنا به دستور فرمانده حفاظت اطلاعات جزیره ابو موسا به نام سرهنگ عمویی و توسط اکیپ گروهبان پاسدار به نام مالک رهبری، این شخص دستگیر شده. مصطفی ره دستگیر شده و ایشون شغلش از طریق ماهیگیری بوده و یعنی تنها کاری که میکرده، شغلی که داشته از طریق ماهیگیری زندگی اینها میچرخیده. الان اون هم توی اعتصاب غذا به سر میبره. خب به چه اتهامی؟ اتهامش ما بودا این بوده که ماهی های زده ولایت فقیر رو صید میکرده. اصلا اتهامی به این خانواده نه تنها وارد نکردن، فقط میشه گفت که خوششون نمیاد اون خانواده اونجا باشن و حتی تذکری که به خانواده اونها دادن، جمله این جمله‌ای که بهشون گفتن، گفتن که یا از این محل برید، از این شهر برید خودتون، یا اینکه شما رو لخت و اور از اینجا بیرون میکنین. شما ببینید این چه دلیل قضایی میتونه داشته باشه. این چه که نمونه نخستش نیست خانم الاسفندی، ولی اینی که در شهرستان ها و جاهایی که اشاره میکنید میپردازین اتفاقا بسیار عالی است، به این دلیل که کمتر به شهرستان ها پرداخته میشه. یعنی رسانه های خبری چندان به دسترسی به رویدادهای شهرها و نقاط دورافتاده در ایران ندارن که در اونجا چه مواردی از حقوق مردم پایمال میشه. اما یک نکته رو آقای صابری اشاره کرد، این که آقای جواد لاریجانی، یکی از همین انواع و اقسام لاریجانی هایی که در ایران حکومت میکنن، مسئول قوه قضایی برادرش یعنی آقای صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی حکومت ایران، این یکی لاریجانی جواد در آمده گفته که بله ما داریم یه قوانین رو تصویب میکنیم که 80% اعدام ها از بین خواهد رفت. امیدواریم 100% از بین بره، ولی شما ببینید که وضعیت به چه شکلی هست که یک مرتبه جملگی 80% اعدام، چون ایران الان بالاترین رکورد اعدام داره نسبت به جمعیت، نیست خانم الاسفندی؟ خب این دیگه نشون دهنده اینه که انقدر آشور شده که دیگه خودشون هم دیگه واقعا دل خودشون هم داره میزنه. ببینید وقتی که به قول شما رتبه اول رو پیدا میکنه تو اعدام، وقتی که توی تمام این اعدام ها شما نگاه کنید، سه‌شنبه گذشته رو با عنوان سه‌شنبه خونین ما نامگذاری کردیم، توی یک روز 18 نفر رو اعدام کردن. به چه دلیل اینها رو اعدام میکنن؟ میان تمام چیزی که میدن بیرون میگن که اینها قاچاقچی مواد مخدر بودن، ما اینها رو اعدام کردیم. و توی جامعه جهانی هم صحبتشون اینه که ما اعدام هایی که انجام میدیم همه قانونی هست.
و بعد میبینید که اینجور انقدر افتضاح میشه، انقدر سر و صدا بالا میره که میان میگن ما 80% این اعدام ها رو میخواییم از بین ببریم. خب اعدام یا بده یا خوبه، یا باعث عبرت هست یا نیست، یا اینکه جامعه رو سلامت میکنه یا نمیکنه. اینجوری نیست که شما بگید 20% ممکنه جامعه رو به سلامتی برسونه یا 80% ممکنه جامعه رو به سلامتی برسونه. اعدام در هر صورت بده، این اعدام نباید انجام بشه. چقدر خوبه که بره به سمتی که به قول شما 100% اعدام لغو بشه و واقعا اون قوای قوای قضایی و مجریه و اینها، این سه تا قوا واقعا تفکیک بشن، بتونن مستقل عمل بکنن. اگر به این سمت بره واقعا امید بخش، ولی متاسفانه اینها نمیخوان. اعدام در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه، رگ حیاتی جمهوری اسلامی به اعدام وصله. یعنی اگر اعدام به طور کلی و 100% برداشته بشه، یعنی جمهوری اسلامی به طور. خب من برای برخی از بینندگان عزیز که احتمالا نمیدونن توضیح بدم که پاشنه آشیل که خانم علاسفندی اشاره کردن، آشیل از قهرمانان اساطیر یونان هست. نقطه ضعفش و مشکلی که داشت همون رومیتن بود، پاشنه پای اون بود و به معنای و به تعبیری و به روایتی یا قوزک پای آشیل بود که هدف قرار گرفت در جنگ و ستیزی که داشت در طرف مقابل، اون چی که ما باز در اساطیر و افسانه های خودمون داریم، چشم اسفندیار در ایران داریم. خانم علاسفندی عزیز باز خواهیم گشت، پرسش ها بسیار است. اما آقای صابر ببینید، یک اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاده. اولا این نظریه وجود داره که هر نظریه بسیار قدیمی نه اما مدت هاست، بیش از چند دهه هست که حکومت ها وقتی کسانی که حکومت میکنن در هر جغرافیایی خود اونها مسئولیت به مرور ندارن، مسئولیت چون از دست میدن. به چه معنی؟ به معنی این که کسی امروز وزیر، فردا ممکنه بازداشت بشه، زندان بشه به هر دلیلی توسط بقیه همکاران خودش. به مرور وقتی اینها افزایش پیدا میکنه، یعنی کسانی که حکومت میکنن مسئولیت چون از دست میدن، اون چه که در ایران هم میبینیم چون اتفاق افتاده، این نظریه این رو مطرح میکنه که این نشونه سرآغاز فروپاشی حکومت هست. در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و اینا این هستیست که کم و بیش وقتی نگاه میکنیم چون این بوده و هست و عمل شده بدون دخالت کسی. حالا این یک بحثه. کنار این بسیاری از همین دولت مردان ما میبینیم سر از زندانهای باز خود همدستان و همراهان پیشین خودشون دارم. یکی از این کسان آقای سعید مرتضوی است، در مقام دادستان کل انقلاب تهران، دادستان ویژه مطبوعات و مسئول دادگاه‌های مطبوعات و و و در پرونده خودش قتل داره مثل زهرای کاظمی، حکم اعدام داره، کسان بسیاری رو به حکم ایشون اعدام شدن، بسیاری به حکم ایشون به زندان رفتن، بسیاری در اثر همراهی و همدستی ایشون با بقیه همچنان در زندان هستن. امروز روز ایشون آوردن و گفتن که بله فاسده و فلان است و بهمان است و بیسار، که قطعا هست، یعنی نمونه های بسیاری از کارهای فساد مالی ایشون منتشر شده. من کوتاه کنم این که مسئول این قتلایی که ایشون انجام داده کی هست؟ مسئول این حکمای اعدامی که خود آقایون الان تایید میکنن، مگر نه اینکه در شرع اسلام اونطور که حتی خود این آقایون میگن قاضی باید عادل باشه، قاضی باید فلان باشه، قاضی باید این باشه اون باشه، الان نه من نه خانم علاسفندی نه شما نمیگیم، خود آقایون دارن میگن این آقا فاسده، دزده، اموال مردم رو حیف و میل کرده و و سوء استفاده از قدرت. خیلی خوب، مسئول این قتلا پس کیه آقای صابری؟ ببین جناب شاهنگیر، معمولا رژیم های دیکتاتوری وقتی به یه جایی میرسن که دیگه بنبست اون راست، مجبورن از خودشون
آدمایی رو جلو بذارم به دم توپ. اینه که آقای مرتضوی هم یکی از اوناست. تو عرض این 35 سال شما دیدیم اون اختلاس بزرگی که اولین بار انجام شد که برادر آقای اگه اشتباه نکنم الان یادم نیست که راننده آقای خمینی بود، رفیق دوست، برادر آقای رفیق دوست با یه آقای دیگری که گرفته بودن اون آقا رو از آمریکا کشیدن ایران و اعدامش کردن، یعنی ایشونو جلوی توپ گذاشتن. همینجوری شما نگاه میکنین یکی یکی در عرض این 35 سال شما دیدین نه کسایی رو آوردن جلو با ایشون همکاری کردن به جلو گذاشتن و این کارا رو با اینا کردن. شهرام جزایری یکی دیگرش بود. همینجوری بیاین جلو، اینا آدمایی رو تشویق کردن. آقای مرتضوی هم یکی از هموناست که امروز اینها به خاطر اینکه کسایی که دستشون به خون مردم آغشته است، نمیشه که یک نفر آقای مرتضوی فقط باشه به خودش بخواد تنهایی دستور بده و به کشتار این همه مردم و تجاوز و از خانم زهرا کاظمی گرفته شما دیگه بیا تو تحویزک و اینا که این همه دستش به خون مردم باشه. اینها یک گروه مافیایی کشتار ایران هستند و تنها نیستم، خود همین آقای اژه‌ای سر یکی از همیناست، آقای فلاحیان یکی از اوناست. اینها یه عده زیادی هم و سر اینها خود رهبر، یعنی بدون اوکی رهبر و ولی فقیه و فقهایی که تو مراجع بالایی قرار دارن به غیر از اونها، اینها نمیتونن این قتل را انجام بدن. همینجوری که دیدیم در قتلای زنجیری همچین شد، یعنی اینا باید فتوا داشته باشن، یکی فتوا بده به بعد این آقایون یه همچین کاری را انجام بدن و در قانون اساسیشون هم خودشون بارها گفتن که همچین چیزی هستش. اینی که آقای مرتضوی هم استثناء از این داستان نیست آقای چالنگی، یعنی من اصلا برای من جای تعجب نیست که آقای مرتضوی یک روزی گوشت جلوی چی میگن توپ میشه، یا آقای احمدی نژاد هم همینجوری. اینها کسایی هستن که به هر حال اینا رو جلو انداختن به پشت اینها. تو ببینید آقای صابری، ببینید این پرسی به شکل دیگه این هستش. اولا من اشاره کنم اون کسی که با آقای رفیق دوست شما اشاره کردید که بیش از 100 میلیارد تومان حیف و میل کردن آقای رفیق دوست و همه، بعد برای اینکه کسی قربانی کنن آقای فاضل خداداد بود که از خارج به ایران رفته بود و با اینا شریک شد، مثل آقای محافرید خستوی، مثل بقیه. بحث سر این هستش که این قابل فهم هست برای سبک کردن کشتی که احتمالاً یا خطر در غرق شدن هست، باری که هست سبک کنی کشتی رو بندازی در آب. این همیشه بوده، چه قایق چه کشتی چه تایتانیک حتی به اون شکل. اما موضوع بر سر این هستش که مثل اینکه این اتفاقات در دایره قدرت میفته، یعنی یه دایره قدرتی است که بیرون از این دایره این آقایون هر کاری کردن اون مشکلی نیست، آدم کشتن، پول مردم رو برداشتن، ولی اگه از پول خود دست تو جیب همدیگه کردن مشکله نیست. وگرنه خب آقای سعید مرتضوی الان جز و جرماش یکی قتلاییست که انجام داده، به مراتب مهمتره، به مراتب اهمیتش از نظر قانونی رسیدگیش واجبتر هست تا اینکه مثلا خب دزدی هم کرده، بله اونم مهمه، ولی انسانهایی رو کشته ایشون، ضرباتی که خود ایشون بر سر هم کلاس بنده، هم مدرسه بنده خانم زهرا کاظمی، هم دانشکده بنده وارد کرده و کشته، بنده به کنار فرزند ایشون، کسان دیگه هر کسی. این رو این یعنی باز دعوا خانگی و خودی و غیر خودی است یا بفرم. ببینید جناب چرنگ، از اونجایی که جناح‌های مختلفی تو این نظام جمهوری اسلامی هست، حالا من اون جناح اصلاح طلبش رو اصلا فاکتور میگیرم چون یه بحث جداگانه است، اگر به جناح خود همین آقایون که بریم، خودشون چندین جناح هم و این جناح ها به خاطر قدرت امروز به اینجا رسیدن که باید یک سری آدم ها رو اینجا فنا بکنن به خاطر اینکه به قدرت خودشون ادامه بدن.
یکی از اون آدم ها آقای مرتضوی هست و هستن خیلی کسایی که پشت پرده هستن، شاید هم بدتر از آقای مرتضوی باشن. آقای مرتضوی رو من و شما در جلوی صحنه میبینیم، ولی اینا آدمایی دارن که پشت صحنه به فاجعه تر هستن که این کار دست به این کارا میزنن. یعنی در کل این نظام نظامی است که شما روی هیچ چیز نمیتونه حساب بکنید. اینها بر اساس شما اگه کلیت رو باید در نظر بگیرید، شما اگه نگاه بکنید این نظام بر اساس فساد، بر اساس کشتار، بر اساس پایمال کردن خون مردم، اینا میبینید از حتی از جسد یه آدم هم میترسن. شما ببینید اینا چقدر وحشت دارن، بخاطر که شما وحشت داری هی بیشتر به کشتار دست میزنی، به قتل دست میزنی. آقای مرتضوی شما دیدین تو این سالها تمام احکامی که الان اومده بیرون، شما نگاه بکنین اسم آقای مرتضوی زیر اون هستش، یا آقای مقیاسی بهش میگن، اسم ایشون هم همینجوری نبی سبن مقیسه یا هرچی که هست. بله، اینا کسایی هستن که دستشون مستقیما تو خون مردم هست، یعنی تو قتلایی که انجام میشه، تجاوزایی که میشه، حکمایی که اینها میدن، و پشت اینها یک گروه بزرگ مافیایی هست که به خاطر اینکه نظام حفظ بکنه باید دست به این کارا بزنه. و برای من جای تعجب نداره که آقای مرتضوی هم همین چند روز پیش گفته خیلی من جای تعجبه که من این همه کار کردم بعد به من یه همچین حکم میدادن اینا. آقای من بسیار موضوع قابل بحثی است آقای ساقری، میشه در برنامه‌های دیگه حتما ادامه داد به این نکته که اساسا کسانی که در همین نظام دارن قضاوت میکنن، آیا با توجه به ضوابط خود همین نظام جمهوری اسلامی هم دارای شرایط لازم برای قضاوت هستند یا خیر؟ این هم بحثی است. من اشاره میکنم با آنچه که آیت الله منتظری گفته و نوشته، کسی که خودش واضع ولایت فقیه هست، ایشون بارها بارها در خاطراتش تأکید میکنه که به هیچ وجه ما کسانی که واجد شرایط قضاوت باشن نداریم و حکمای اعدامی رو که مورد اعتراض قرار داریم. در همون زمانی که از پشتبان مدرسه علوی کشتار شروع شد که همچنان ادامه داره تا به امروز، و امروز روز هم ما میبینیم کسانی مثل همین آقای مقیسه یا مقیسه یا هر نوع که تلفظ بشه با آزار خودشو خواهد رسوند، به اضافه کسانی مثل آقای صلواتی و بقیه بدون هیچ بکراند لازم حقوقی، تحصیلات عالی حقوقی و حتی همین نوع قضاوت، من نمیدونم تا چند روزه، اما اونچه که میبینیم ازشون ندارن و نشستن بر عرض کنم خدمتون مسند قضاوت. به هر حال این بحثی است که امیدواریم در برنامه با کارشناسان مختلف مورد بحث قرار بده. اما خانم الاسد، من یک پرسش از شما دارم. این حقوق بشر آیا شامل حقوق روزمره مردم نمیشه؟ از قبیل اینکه بانوان ایرانی حق دارن به تماشای ورزش برن، به تماشای ورزشکاران تیم ملی خودشون برن. الان دو مسابقه والیبال بانوان مسابقات والیبال آسیا و مسابقه دیگه رو لغو کرده فدراسیون بین المللی والیبال در ایران، گفتن که چون ایران کشوری است اجازه نمیده بانوان برن دیدار مسابقه. تفسیر شما رو میشنوید. خب مشخصا اینجوریه دیگه، رژیم اسلامی، جمهوری اسلامی اصلا کلن ماهیتش ضد زنه و الان اون چیزی که در واقع میشه گفت مورد اعتراض قرار گرفته همین ماهیت ضد زن بودن. شما میبینید این دیگه یعنی حداقل خواستیه که زنان میتونن داشته باشن. چرا نمیتونن؟ چطور میتونن؟ یعنی ببینید توی مدارس و ورزش هایی که هست، والیبال هست، بسکتبال هست، تمام اینها باید باشه، این ورزش ها باید برای خانم ها باشه و بعدم
دنبال این باید تماشای اینها هم براشون باشه. ولی شما میبینید اینها وقتی که اصلا از نوع پوششی که برای ورزشکاران در نظر گرفتن، اینها همه نشون میده که اونها میخوان که زنها رو به کنج خونه ها برگردونن. وگرنه شما لباس شنای بانوان رو ببینید، لباس بسکت، لباس والیبال، لباس دو میدانی، تمام اینها همه بندهایی هست که به دست و پای زنانه. یعنی اینها نشون دهنده اینه که حقوق بشر اصلا رعایت نمیشه، و فقط هم توی قسمت ورزش نیست، توی تمام ابعادی که در رابطه با زن هست. شما تمام قوانین رو که میبینید در جمهوری اسلامی در رابطه با زنان ضد زنانه. یکی هم همین مسئله قضاوته، مسئله ارث، مسئله طلاق، مسئله حق حضانته، تمام اینها اون حقوق عادی و معمولی زنهاست که ازشون گرفته شد. حالا این دیدن فوتبال و والیبال و اینها، شما چند وقت پیش هم اگر ببینید دوباره در رابطه با والیبال هم، در رابطه با فوتبال هم دوباره خانم ها رفتن و اونجا اعتراض کردن، دست به اعتراض زدن و سر و صدا کردن و خیلی ها رو دستگیر کردن در رابطه که چرا شما این کار رو انجام دادید. من فکر میکنم این فدراسیون والیبال که این کار رو انجام داده و این مورد رو دنبال کرده به خاطر این مسئله، به خاطر مسئله اعتراض بانوان، باید که فدراسیون اونها هم همین کار رو انجام بدن، در واقع اعتراضشون رو به همین صورت اونها هم نشون بدن تا به هر حال مجبور بشه که چی میگن گردن بذاره جمهوری اسلامی. خب این در پی بازداشت غنچه قوامی بود، از جمله رویدادهای در همین زمینه. ایشون به دیدار مسابقات رفته بود، به اتفاق دختران دیگه بازداشت شدن، بعد دوباره بازگشت که بره وسایلشو بگیره که گرفتن و فرستادن به زندان. دو مسابقه هست، یکی جوانان زیر 23 سال آسیا و یکی هم جام باشگاه‌های آسیا. من بارها در همین برنامه تأکید کردم ورزشکاران تیم ملی ایران چنانچه میخوان شایسته چنین صفتی باشن و چنین عنوانی که قطعا هستن به خاطر کاری که میکنن، جوانان ارزشمندی که در چنین شرایطی به هر حال تونستن به عضویت تیم ملی در بیان با کارشون، زحمتی که میکشن در عرصه‌های بین المللی همه دیده میشه. اما وقتی یک تیم ملی، نیمی از جمعیت کشور، ملتی اجازه دیدن ورزشکاران خودشو نداره، نمیشه به اون تیم صفت تیم ملی اون کشور رو داد. تیم ملی والیبال ایران علی‌رغم همه احترام و ارزش‌هایی که برای والیبالیست‌های ایران همه ما قائل هستیم و همه مردم ایران قائل هستن، اما در عمل از دید بسیاری، از دید فدراسیون بین‌المللی والیبال هم حالا قبول میکنن همه اینا، اصلا در افکار عمومی چطور میتونه مدعی این باشه که تیم ملی ایران هست وقتی لب به هیچ نوع اعتراضی و همراهی با زنان ایرانی نداره در مورد ورودشون به سالن‌های ورزش که مسئله سیاسی دیگه نیست. به یک معنی ورزشکاران لهستان در مسابقات والیبال در تهران پلاکاردی رو در سالن برافراشتن که بر اون اعتراض کرده بودن به عدم حضور بانوان در سالن ورزش در تهران. آغاز هوشیاری و تیزبینی هایی که به اینجا ختم میشه که مانع از دو برگزاری دو مسابقات والیبال در تهران میشه. خانم علی‌اسفندی گرامی، با سپاس بسیار از شما و با امید اینکه در برنامه آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید، سپاسگزارم. من هم سپاسگزارم از شما. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیون ایران. فردا در ادامه برنامه میپردازیم به وضعیت یک روزنامه‌نگار زندانی، آقای پور شجری. در زندان بر او چه میگذرد و بر زندانیان سیاسی دیگر. در ادامه برنامه با من و شما خواهند بود خانم میترا پورشجری، دختر روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آقای پورشجری گرامی.
با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای محمد رضا پورشجری، روزنامه‌نگار ایرانی، همچنان در بازداشت حکومت فقیه به سر می‌برد. مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی در پی انقلاب اسلامی، نه تنها از حقوق خود به عنوان روزنامه‌نگار محروم شدند، عدم برخورداری از آزادی بیان، گرفتاری در چنگال اکنون خونریز سانسور حکومت فقیه و بسیاری مسائل دیگه در بیرون از زندان و در زندان نیز شکنجه و آزار. ده ها بلکه صدها روزنامه‌نگار در بیش از 30 سال اخیر در تاریخ معاصر ایران به زندان رفتند، شکنجه شدند و گروهی از آنان نیز کشته شدند. محمد مختاری ها و روزنامه نگاران دیگر، اهل قلم. دختر آقای پورشجری گرامی با من و شما هستند. خانم میترا پورشجری، ساکن سوئد، استکهلم، همراه با آقای فرده صابری که همچنان در ادامه برنامه با ما خواهند. به اتفاق شما بینندگان عزیز خوش آمد بگیم به خانم میترا پورشجری گرامی. سلام به شما. سلام جناب چلنگی. خانم پورشجری، از دور بازداشت اخیر پدر شما چه مدت میگذره؟ از بار دومی که پدرم رو بازداشت کردن 2 ماه و حدود 10 روز میگذره. بله، 2 ماه در قبلا هم بازداشت شده بودن ایشون. چند پدر من اول شهریور ماه بعد از پایان حکم 4 ساله زندان از زندان آزاد شدن و اون 4 سال زندانیشون هم به خاطر تنها نوشته هایی رو که در فضای مجازی و وبلاگ خودشون می نوشتن به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقام معظم رهبری و توهین به مقدسات، به 4 سال زندان محکوم شده بودند که با توجه به مشکلات شدید جسمی و تبعیدی که به اون زندان شده بودند و با تمام مشکلات اول شهریور آزاد شدند و 38 روز فقط آزاد بودند و دوباره بازداشت شدند و نمیشه گفت این دفعه بازداشت یا دستگیری یا هرچی شبیه بیشتر شبیه آدم ربایی هستش، چون پدرم به خونه اقواممون توی ارومیه سفر کرده بودند و اونجا توسط 8 مأمور اطلاعات بدون حکم جلب و در خیابون به حساب اومدن و میخواستن بابا رو دستگیر کنن که وقتی بابا ازشون حکم جلب و علت دستگیر رو و بازداشت رو خواسته بود، 4 نفر رو پدر اسلحه کشیدن و تهدید کردن که پدر رو با گلوله میزنن و اینطوری پدر رو داخل ماشین بردن، ماشین شخصی، و به اطلاعات ارومیه بردنشون ایشون رو. خب این رامبوهای حکومت فقیه 4 نفر هفتیر میکشن به روی روزنامه نگار یک لاغبایی. امنیت ملی حکومت فقیه چجور امنیتی است که یک روزنامه نگار قلمی بیشتر نداره یا یک کیبورد کامپیوتر به خطر میفته، چنانچه 8 نفر ماموران گمنام و صاحب نام و نقاب‌پوش ولایت فقیه دستگیری این روزنامه نگار گسیل میشه. همونطور که ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار یک لاغبای ایرانی، بازداشت شد به اتهام ارتباط با دول متخاصم از راهمرمز. چطور میشه از راهمرمز با دول متخاصم من کی هستن و چطور میشه ارتباط برقرار کرد؟ واقعا چرا؟ از چی فکر میکنید پدر شما چه خصوصیاتی مثل بقیه روزنامه نگاران؟ نگرانی حکومت از محمد رضا پورشجری از چی هست؟ حالا جناب چلنگی لازمه که یه توضیحاتی رو در مورد پدرم بهتون بدم که پدر من 2 سال
آخری که در زندان بودن با مشکلات شدید قلبی و ورم پروستات و دیسک کمر و بیماری قندی مواجه بودن و ما 2 سال تلاش کردیم تا پدر درمان کنیم. یعنی پدر من اونطور که شما میگین که قلم و اینها، بعد از این 4 سال حتی دیگه به کامپیوتر اینها هم دسترسی اگر میداشت، 4 سال درون سیاهچال های رژیم بوده و عملا نمیتونست کاری انجام بده. یعنی این نیاز به زمان داشت. عملا توی 38 روزی که پدر من آزاد بود با اون بیماری هایی که داشت، اتهام هایی رو که بهش زدن که ارتباط با افراد منافق، ارتباط با احمد شهید و ارتباط با دول مخاصم و منافق و صهیونیست ها و ارتباط هاتی رو و اتهاماتی رو که به پدر من زدن انقدر زیاد هستش که عملا در این 38 روز اصلا نمی گنجه که یک انسان اون هم با شرایط جسمی و روحی پدر من بتونه که انجامش داده بشه. و جالب این که 14 روز با پدر من رو در اطلاعات ارومیه نگه داشتن و روزهای اول تبدیل به یک گروگانگیری بوده و 4 روز اول پدر من رو، چون منم اطلاعی هنوز نداشتم که پدر دستگیر شدن، خواسته بودن که پدر به من زنگ بزنه و بگه که من برگردم ایران و یک طوری بگه که حالم بده و تو برگرد ایران. حالا دلیل اینکه من چرا باید برگردم ایران و حالا به پدر میگن که باید فعالیتاتون رو کم کنین، باید سرصداتون هیچ جا نباشه. 14 روز پدر رو اونطوری بازجویی کردن و تهدید به مرگ و اعدامش کردن، طوری که بازجو گفته اگر دست خودم بود حتما تو رو همینجا توی ارومیه اعدام میکردیم. و بعد از 14 روز پدر رو دوباره میفرستن به دادگاه انقلاب تهران و 15 روز دوباره توی بند سپاه اونجا انفرادی بوده و 29 روز پدر شکنجه روحی و بازجوهای طولانی مدت شده، طوری که بازجو در انفرادی رجای شهر بهش به پدر گفته که تو سر سالم به گور نمیبری. شما توجه داشته باشید که یک وبلاگ نویس که فقط قلمش بوده و خودش، چه دشمنی اینها با امثال پدر من دارند که فقط 38 روز آزاد بود و اینطوری نزدیک 7 8 تا اتهام واهی به پدر من بستن و اصلا هیچ جای دفاعی هم هنوز براش نذاشتن. از جمله ارتباط با دول متخاصم در مورد ایشون هم به کار بردن. بله، این هم هستش توی اتهاماتشون. و مثلا پدر من روزها و شبها بازجویی کردن که باید بیوگرافی از احمد شهید بنویسی، در صورتی که پدر من هیچ اطلاعاتی، 4 سال تو زندان بوده، عملا هیچ چیزی در مورد این آدم نمیدونسته جز چیزی که توی اخبارها و روزنامه‌های زندان منتشر می‌شده. ولی فشارهای اینطوری بر پدر من خیلی آوردن، طوری که پدر خودم توی تماسی که با من داره میگه من توی 38 روز با اون بیماری اصلا با کسی ارتباطی نداشتم. یعنی این دستگیری پدرم فقط پرونده سازی و حذف فیزیکی اون و مثلا از بین بردنش در باز دوباره با حکمای جدید داخل زندان هستش. آقای صابری، ببینید آقای محمد جواد لاریجانی، باز میگم یکی از همین لاریجانی های ریز و درشتی که در ایران حکومت میکنن، مسئول حقوق بشر دستگاه برادرش صادق لاریجانی گفته که ما از نظر حقوق بشر بسیار عالی هستیم و میتونیم الگو باشیم برای کشورهای دیگه. شما میتونید تصور بکنین چون این الگویی رو مثلا در کشوری که هم شما هم خانم میترا پورشجری هستن الگو باشه، یعنی بیان و روزنامه نگاری رو در سوئد اگه امکان، نمیدونم چه بگم، واقعا امکان اینکه بازداشت بشه یه روزنامه نگار سوئدی وجود داره یا کشور دیگه در غرب؟ جناب چرنگی، به هیچ وجه، به دلیل اینکه اینجا شما آزاد هستین اون چیزی رو که میخواین بنویسین، حتی کسایی که در حکومت هستن شما میتونین نظرات خودتون رو بدین. خیلی مؤدبانه روزانه شما میبینین که در جراید مختلف سوئد نوشته میشه. حتی دیشب صحبتی که مثلا در خود همین تلویزیون سوئد بود، یه کوتاه میخواستم خدمت شما عرض بکنم، از اونجایی که دست راستی ها باعث شدن که دولت سوئد، فعلا ما دولتی نداریم، دولت افتاده، فقط یک کلمه نخست وزیر سوئد استفاده کرد به نام فاشیست، به خاطر اینکه اون 13% رأی آورده بود، به خاطر همین به چالش کشیدن. کیا کشیدن؟ روزنامه‌نگارا. روزنامه‌نگارا هستن که در یک جامعه میتونن اون جامعه رو، مسائل اجتماعی اون جامعه رو بیارن بالا، به صحبت بکنن و با همدیگه دیالوگ بکنن سر این مسئله که جامعه پیشرفت بکنه. متاسفانه در کشور ما همچین چیزی نیست.
خانم پورشجره الان گفتن، منم از این وضعیت آقای پورشجره خبر دارم، حتی میدونم که بیشتر که آقای پورشجره رو فشارهایی رو که بهش آوردن پورشجری اشتباه ببخشید، به هر حال من چون من اسمای مختلفی از با از آقای پورشجری میدونم به خاطر همون تو به چیزا میرسن، اینی که آقای پورشجری به هر حال چیزایی که نوشتن در زندان، فشاری که بهشون آوردن اینی که در مورد آقای احمد شهید بنویسنشون. شما نگاه بکنید، سه تا روزنامه‌نگار تا الان با همچی چیزی مواجه شدن که شما بیاین در مورد آقای احمد شهید بنویسید. چرا این کار میکنن؟ به دلیل اینکه از این بازی‌های ولی فقیه که تو داخل ایران میکنن، خیلی ها رو میارن دم تلویزیون و میگن آقا شما بیا اینجا بگو که این کار ما کردیم، این تقصیر ما بوده، ما میخواستیم همچین کاری بکنیم. حالا جمهوری اسلامی به تکپو افتاده و اومده از این شیوه ها استفاده میکنه، ولی نمیدونه که یه روزنامه نگار زرنگتر از این چیزاست که بتونه بیاد یه همچی چیزی رو بنویسه. و هر چیزی هم که از هر روزنامه نگاری نوشته باشه، من از همینجا اعلام میکنم که این همه ساختگی ولی تفقیه که میارم بیرون. من البته مسئله زرنگی، من نمیدونم مفهوم زرنگی به خصوص در فرهنگ روزمره جامعه ما چه معنی داره. مسئله زرنگی نیست، مسئله این، خب یک روزنامه نگار قاعدتا خلاف واقعیت رو نمی‌نویسه، همونطور که آقای پورشجری. و تازه بخوان همچین چیزی رو، اینی که آقای احمد شهید، من توضیح بدم برای برخی از بینندگان که احتمالا آشنا نیستن، این که آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل متحد است، کمیته ویژه حقوق بشر است، مربوط به ایران، که هرگز هم به ایشون اجازه ورود به ایران رو ندادن. چندین گزارش بر اساس مصاحبه ها و گفتگوهایی که با افراد مختلف داشته در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که باز هم مورد اعتراض جمهوری اسلامی. اما خانم پورشجره گرامی، نهادهای بین المللی چه اقداماتی برای نجات پدر شما محمد رضا پورشجری، روزنامه نگار ایرانی، و بقیه روزنامه نگاران به عمل آوردن و میارن و تا چند اندازه میتونه موثر باشه؟ چون میدونیم جمهوری اسلامی اصلا هیچ گوش شنوایی برای نهادهای بین المللی نداره. پدر من برنده جایزه هلمت همت آزادی بیان سازمان دیدبان حقوق بشر آمریکا شده و 10 روز پیش این جایزه علنی شد. این کمکی بود که دیدبان حقوق بشر به پدر من به عنوان روزنامه نگار و وبلاگ نویس کردند و سازمان امنستی و سازمان های حقوق بشری دیگه هم برای پدر بیانیه دادن و دارن رو خبر پدر کار میکنن، چون دستگیری مجدد پدر من کاملا ناعادلانه بوده و بر فرض محال هم که با توجه به قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی پدر من جرمی رو مرتکب شده بود، 4 سال بابتش هزینه پرداخت کرد و حبس بود و این دستگیری مجددش عملا ناعادلانه و بدون هیچ منبعی هستش و فقط برای پرونده سازی و حذف پدرم هستش. و الان اقدامات دیگه آیا در جریان هست؟ آیا در داخل ایران های وکیلی دارن، در تلاش هستن برای به هر حال بله من ما در 4 سال پیش موفق نشدیم که وکیل بگیریم، ولی الان دنبال این هستیم که حتما یه وکیل بگیریم و دنبال پرونده پدر باشیم، چون پدر هنوز دادگاهی نشدن و حکم قطعی براشون صادر نشده. ما تا قبل از اون باید تمام تلاش‌های رسانه‌ایمون رو انجام بدیم تا بتونیم به پدر کمک کنیم. امیدوار هستیم که هر چه زودتر آقای محمد رضا پورشجری و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و سراسر جهان آزاد بشن و همینطور همه کسانی که به خاطر افکار عقاید و عضویتشون در تشکیلات سیاسی در ایران در زندان هستند و در سراسر جهان هر جا که هستند از بازداشت‌ها و زندان آزاد بشن. سپاسگزار هستیم خانم پورشجره گرامی، با سپاس از شما. خیلی ممنون آقای چرنگ از وقتی که به من دادید. ممنون. تمنا میکنم. برنامه خود شما هست و تریبونی برای پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران، هر دوشنبه شب تفسیر خبر. و سپاس از شما آقای فرده صابری گرامی. متشکرم جناب چرنگ وقتی که به من دادید. با سپاسی دوباره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم.
با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران دراک، دلهو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.